خطر در شمالی جدی تر می شود. شورای مقاومت وظیفه سنگینی برای دفاع از شمالی به عهده دارد. طالبان تا اکنون آتش بس در کار نیست. حملات ادامه دارد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. خطر در شمالی جدی شده می رود. شورای مقاومت وظیفه سنگینی برای دفاع از شمالی به عهده دارد. محمد فهیم کودامنی. در یک سال اخیر حملات گروه های تروریستی بالای اماکن دولتی در نقاط مختلف کودامن زیاد شده و دشمن می خواهد از دو آدرس، یعنی طالب و داعش، در میان ما سربازگیری کند. طالبان با تکیه بر رابطه های قبلی و پیوند های قومی در چندین منطقه مشخص فعالیت دارد و حتی تلاش دارند که بعض روستاها را در کنترلشان بگیرند. داعش، این گروه در میان جوانان و افراد ناراضی از دولت و احزاب سیاسی سربازگیری می کند و به سر فعالیتشان نیز به کدام محل خاص مختص نمی شود، بلکه در نقاط مختلف فعالیت دارند و جوانان احساساتی تاجک و پشتون را جذب می کنند. برای جلوگیری از گسترش فعالیت های هر دو گروه پیشنهاد می کنم که جلسه بزرگ شورای مقاومت در شمالی بزرگ برگزار شود و مردم فیصله کنند که یک، اگر در هر قریه افراد طالب و یا داعش پیدا شد، باید متنفذین آن محل و نهادهای مربوطه هرچه آجل گزارش دهند تا جلوشان گرفته شود. در غیر آن اگر بالای قریهشان حمله صورت گرفت، همه مسئولیت متوجه کسانی است که گزارش ندادند. دو، اگر فرزند و یا برادر کسی به این گروه ها پیوست و یا می پیوندد، خانوادهشان باید موضوع را به اعضای شورای مقاومت در میان بگذارد. در غیر آن از جانب کمیته مربوط شورا نرخ زمین و خانه فرد تعیین می شود و مردم محل جایدادش را خریداری نموده و خودش را از محل تبعید کنند. 3. از وزارت معارف جدی خواسته شود تا تمام مدارس دینی را ثبت و راجستر کند، به مدرسینشان حقوق ماهوار بدهند، نصاب درسیشان را نظارت نمایند که مبادا بعضی از این مدارس توسط اجانب تمویل گردد و طلاب آن را با اندیشه های تروریستی تربیت نمایند. 4. به همین ترتیب همه مساجد از جانب ریاست مساجد ثبت و راجستر گردد و به ملا امام ها معاش حواله شود و امام مساجد به مشوره کمیته امور دینی گرفته شود تا مبادا بعضی از مخرب و اعضای گروه های تروریستی در لباس ملا از منبر مساجد ما به نفع دشمن فعالیت کنند. 5. برای روشن شدن اذهان مردم به ویژه جوانان از خطر گروه های تروریستی باید کمپاین گسترده آگاهی دهی شروع شود. به خاطر عملی شدن موارد یاد شده نیاز است که دولت همکاری کند. در صورت عدم همکاری دولت با شورای مقاومت برای تامین امنیت در کدامن، مسئولیت عواقب بعدی به دوش مسئولین حکومتی است، ولی مردم هم باید دست به کار شوند و به خاطر مقابله با تروریست ها راه های دیگری را انتخاب کنند. جوانان آگاه و تحصیل کرده ما باید بیشتر از دیگران فعال شوند و نگذارند که دشمن این خطه مردخیز را در کنترل خودش بگیرد. جدن از هر گونه تفاوت های دیدگاهی آغوش ما برای همکاری با همه جوانان باز است تا در میان عمل ثابت کنند که علیه گروه های تروریستی مبارزه می کنند. حقوقدانان می گویند شورای عالی مصالحه ملی عبدالله به شرکت می ماند که این شرکت وجود فیزیکی ندارد. بیشتر از دو ماه از امضای توافقنامه سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله و ایجاد شورای عالی مصالحه ملی می گذرد، اما تا کنون اعضای این شورا معرفی نشدند و از کارهای این شورا نیز خبری نیست. به نقل از تولونیوز، برخی از حقوقدانان می گویند که عبدالله که رهبری شورای عالی مصالحه ملی را دارد، به مالک شرکت می ماند که این شرکت وجود فیزیکی ندارد. به گفته آنان، شورای عالی مصالحه ملی تا کنون مشروعیت برای تصمیم گیری پیدا نکرده است. آرش شهیرپور، یکی از حقوقدانان، در این مورد گفت: اینکه دکتر عبدالله علاقه‌مندی ندارد برای تشکیل این شورا
پس صفت خودشان هم همچون رئیس شورای عالی مصالحه ملی منطق حقوقی و قانونی به خود پیدا نمی کند. در این حال شماری از قانونگذاران نیز عبدالله عبدالله را به ناتوانی در انجام مسئولیت‌هایش متهم می سازند. حمید احمدزه عضو مجلس نمایندگان گفت تشکیل یک اداره که موجود نباشد، کارشان معلوم نباشد، هیئت اداریشان موجود نباشد، معاونین خود را تا هنوز مقرر نکرده، این چه کاری برای سال خواهد کرد؟ اما فریدون خوزون سخنگوی عبدالله عبدالله می گوید که کار برای معرفی اعضای شورای عالی مصالحه ملی ادامه دارد. او گفت کارهای شورای عالی مصالحه ملی به گونه منظم و هماهنگ جریان دارد و نیاز است که برای یک اصل مهم که سال هست ما بحث‌های اساسی داشته باشیم که این کار جریان دارد. در ساختار شورای عالی مصالحه ملی 5 معاون برای عبدالله عبدالله در نظر گرفته شده است، اما تا کنون سرنوشت 3 معاون دیگر مشخص نشده است. نخستین مرکز توزیع شناسنامه برقی در ولایت بامیان هم گشایش یافت. اداره احصای و معلومات بامیان از گشایش نخستین مرکز توزیع شناسنامه برقی در این ولایت خبر داد. به گزارش اسپادنیک، اداره احصای و معلومات بامیان روز یکشنبه 29 سرطان 1399 نوشت نخستین مرکز توزیع شناسنامه برقی در ولایت بامیان در محفل با اشتراک مقام‌های محترم ولایت، رئیس احصای و معلومات، رئیس شورای ولایتی، رئیسان اداره‌های دولتی و نماینده‌های رسانه‌ها در این ولایت گشایش یافت. در این محفل خدیجه مرادی، رئیس اداره ملی احصای و معلومات ولایت بامیان گفت که به تاریخ 10 جوزای 1399 خورشیدی توزیع فرمه‌های شناسنامه‌های برقی آغاز شده بود که تا اکنون از 1600 خانواده در حدود 8000 نفر این فرمه‌ها را خانه‌پوری و تکمیل کردند و امروز رسماً توزیع آغاز شد. در این محفل همچنان سید علی هاشمی، رئیس شورای ولایتی بامیان، از آغاز این برنامه استقبال نموده گفت با توزیع شناسنامه برقی خیلی از مشکلات در بخش امنیت، انتخابات و فساد کم می‌گردد. سید انور رحمتی والی ولایت بامیان نیز از مردم خواست تا شناسنامه برقی برای خود بگیرند. یادآوری می‌کنیم که روند توزیع شناسنامه‌های برقی در حال در ولایت‌های افغانستان آغاز می‌شود که تا اکنون روی نوشتن واژه افغان مقام‌ها و شهروندان افغانستان به توافق نرسیدند. بسیاری از شهروندان افغانستان واژه افغان را مربوط به یک قوم خاص می‌دانند و آنها نمی‌خواهند که در شناسنامه‌هایشان واژه افغان نوشته شود و می‌گویند که نوشتن جمهوری اسلامی افغانستان خود بیانگر این است که ما از افغانستان هستیم و نوشتن واژه افغان بر شناسنامه‌های همه شهروندان افغانستان به معنای گرفتن شناسه نژادی آنهاست و این خود تجاوز بر حقوق ما شمرده می شود. طالبان اکنون میان ما و کابل آتش بس نیست، حملات ادامه دارد. گروه طالبان حکومت افغانستان را مسئول تأخیر در آغاز مذاکرات صلح می دانند. به نقل از تولونیوز، شهاب الدین دلاور، یکی از اعضای برجسته دفتر سیاسی طالبان در دوحه، حکومت افغانستان را مسئول تأخیر در روند گفتگوها میان افغانان و ادامه جنگ در کشور می داند. این عضو برجسته دفتر سیاسی از کندیکا در آغاز روند گفتگوهای صلح انتقاد می کند و گفت تمام ذمه‌واری و رویدادهای خونبار 4 ماه گذشته به اداره کابل راجع است، به خاطر که در 15 ماه مارس باید 5000 زندانی ما رها می شد و ما آماده بودیم که 1000 زندانی آنها را در 10 روز رها کنیم. یک عضو دیگر دفتر طالبان در قطر در این باره از راه دور تاکید کرد که روند رهایی زندانیان باید نهایی شود و گفتگوها با یک هیئت همشمول آغاز شود. دین محمد حنیف، عضو هیئت دفتر سیاسی طالبان در دوحه گفت آیا محتوا مهم است یا نام؟ من میگویم که هر دو مهم است، چرا که امارت اسلامی یک حاکمیت برحال است و نظام اسلامی باید عملا حاکم باشد. شهاب الدین دلاور نیز افزود زن حق دارد که در مقررات اسلامی که ما همه می خواهیم و عنانات افغانی برای بهبود وطن و برای آسایش خانوادهش کار کند. نورالله نوری، عضو دیگر هیئت دفتر سیاسی طالبان، در
دوحه هم اظهار داشت به اندازه که اکنون عملیات ادامه دارد در برابر پسته ها ولسوالی ها و راه های آمدشون در میان ما و کابل آتش بس نیز این عمله ها می باشد. تشکر از توجهتان تا ویدیوهای دیگر. الان نگهدار.